بینندگان عزیز، هممیهنان گرامی، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. در این قسمت از برنامه‌مون گفتگوی ترتیب دادیم با پروفسور حسین جهانسوز از اعضای شورای ملی مقاومت ایران در رابطه با اونچه که در اجلاس سالانه مقاومت ایران امسال دیدن و اونچه در حاشیه اون بود. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی، به خصوص اشرفیان عزیز و گل سرسبد مقاومت، کانونهای شورشی و همه آزادی خواهان ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم که به زودی بتونیم همه در ایران دور هم جمع بشیم. اولین سوال رو اجازه بدید اینطور بپرسم ازتون که شما اولا لازم بگیم که در حضور داشتین و خودتون صحنه‌های مختلفی در اشرف یک دیدید. از اشرف یک تا امروز در اشرف سه، پروسه‌ای که گذشته رو شما چطور می‌بینید؟ چطور می‌تونید توصیف کنید؟ خب اشرف یک، من دو بار افتخار داشتم که برم اونجا و دوستان مجاهد رو ببینم. اشرف یک اگه به تاریخش بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم که اشرف یک واقعا یک بیابونی بود وقتی که به دوستان مجاهد دادن، در با حداقل امکاناتی که اون موقع داشتن و حتی از نظر جغرافیایی بسیار بسیار منطقه گرم سیر که در تابستان حتی بیش از 50 درجه سانتیگراد هم میرسه، مجاهدین تونستن با حداقل امکانات یک شهری در اونجا درست کنن که یکی از تمیزترین و بهترین شهرها بود، دارای همه امکاناتی که میتونه. شهر واقعا بزرگی بود، حدود 6 کیلومتر در 6 کیلومتر که میشه 36 کیلومتر مربع وسعت داشت و همه امکاناتی که یک شهر بایستی داشته باشه، از آتش نشانی تا بهداری گرفته و اینا، نانواهی ها، همه امکانات وجود داشت و در واقع یک مرکز بود برای اینکه ارتش آزادی بخش بتونه اونجا مستقر بشه و خودش آماده کنه برای سرنگونی این رژیم ددمنش جمهوری اسلامی. بله، اشرف یک خب بسیار بسیار برای من جالب بود که تونستن دوستان در مدت بسیار کوتاهی یک شهر به اون زیبایی بسازن. ولی خب اشرف دو و اشرف سه ادامه تکامل اشرف یک بود. مجاهدین از نظر به اصطلاح علمی معتقد به تکامل هستند که خب بایستم باشن و بنابراین بایستی روز به روز تغییر کنن و تغییر در جهت مثبت، چون تکامل نه متوقف میشه و نه به عقب برمیگرده. هر چند وقت یک بار یک مشکلی در تکامل به وجود میاد، یک زاویه‌ای به وجود میاد. مثلا قیام مردم ایران در سال 57 1357 یک حرکت به سوی تکامل بود و بعد نتیجه اون شد یک تکامل دیگه که انقلاب بود، ولی متاسفانه در اونجا یک زائده‌ای در این جاده تکامل به وجود آمد به نام خمینی و رژیم جمهوری اسلامی که سعی میکرد مردم را از این تکامل به اصطلاح متوقف بکنه و اینا را به عصر حجر برگردونه. ولی خب مردم در مقابل ایستادگی کردن، به خصوص فرزندان رشیدشان مجاهدین، با فدا کردن بیش از 120 هزار شهید یک لحظه حتی در مقابل خمینی متوقف نشدن و همینجور مبارزه را ادامه دارن میدن. و اشرف سه هم که اومدیم، اشرف دو هم که وقتی دادن یک منطقه‌ای بود طوری که من شنیدم، خب در واقع یک پایگاه موقت برای سربازای آمریکایی بودن که چند ساعتی برن تو اونجا استراحت کنن و یک منطقه بود حدود مثلا شاید نزدیک نیم متر یا بیشتر آهک ریخته بودن و بسیار مشکل بود که در اونجا چیزی بتونن کش بدن. بنابراین با حداقل امکاناتی که مجاهدین داشتن اونجا، که حتی اجازه بیل و کلنگ و اینا نمیدن، حتی درختایی که میخواستن بکارن طولش مشخص باید میشد، نمیشد مثلا از یک متر بیشتر باشه، اینا تونستن اونجا رو که یک وقت سنگلاخی بود به جز مار و عقرب و جور چیزا چیز دیگه اونجا پیدا نمیشد، تبدیل کنن به یک واقعا گلستانی بود، بسیار بسیار زیبا شد که احتمالاً حالا بعد از اینکه مجاهدین
اونجا رو تخلیه کردن باز به همون خرافه تبدیل شده. آره اشرف سه باز ادامه این تکاملی، راه تکاملی بود که مجاهدین در راه به اصطلاح قدم برداشتن تا به سرمنزل مقصود برسن. باز دوباره از یک بیابان، یک منطقه کشاورزی بود، هیچی در اینجا امکانات نبود، آمدن یک شهر بسیار زیبا رو در حدود یک سال و نیم ساختن که از همه امکانات برخورداره. چیزی که جالبه، حتی اگر یک شخصی بخواد برای خودش یک خونه بسازه، سه اتاق قابه، چهار اتاق قابه، از لحظه‌ای که شروع کنه به گرفتن نقشه و خرید زمین و بعد بره برقش وصل کنه، آبش وصل کنه، گازش وصل کنه، اینا و بخواد بسازه، حداقل حدود دو سال طول میکشه. اینا یک شهر در حالی که نه برقی وجود داشت در این منطقه، نه آبی، نه فاضلابی، نه گازی، تمام اینا رو تونستن در عرض چیز. و واقعا نه تنها باعث تعجب من که شده بود، حتی این مهمانان خارجی که آمدن اینجا بازدید کردن اصلا نمیتونستن قبول کنن. حتی آقای جولیانی، شهردار سابق نیویورک، در سخنرانیشان اشاره کردن به این مسئله، گفتن اگر، البته شهردار جولیانی یکی از شهردارای بسیار سازنده بود، شهر نیویورک شهری بود که بخصوص داونتانش از سر دیگه شروع تاریک که میشد کسی نمیتونست اصلا جرأت نداشت بره قدم بزنه، از نظر امنیتی درست نبود، خرابه بود، تمام شهر رو واقعا تمیز کرد و الان یکی از گرونترین ساختمان‌ها و یکی از زیباترین شهرها و پایه‌گذار و بنیانگذارش آقای جولیانی بودن. آقای جولیانی که یک خودش میدونه سازندگی یعنی چی، میگفت که اگر ما می‌خواستیم این شهری رو که شما در عرض یک سال و نیم ساختیم بسازیم، برای ما 15 سال حداقل طول می‌کشید، به علاوه 14 تا هم پرونده فساد مالی چیزش دزدی می‌شد و آره غارت و از این چیزایی که اختلاسایی که رژیم جمهوری اسلامی میکنه در ساخت سازش. آره به این خاطر واقعا مجاهدین توانمندی خودشان یک بار دیگه نشون دادن که برخلاف اون نظریه که مردم الان دارن در ایران که میگن این رژیم اینقدر خراب کرده، واقعا خراب کرده، مرداب ها رو خشک کرد، رودخانه ها رو خشک کرد، بعد زمین های کشاورزی رو تبدیل به بایر کرد، جنگل ها رو نابود کرد، بعد دریاچه مصر، دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، اینا رو همه محیط زیست رو نابود کرده. مردم واقعا فکر میکنن که حتی 50 سال شاید طول بکشه اگر این رژیم سرنگون بشه و کشور رو بسازی، ولی وقتی مجاهدین این رو به عنوان یک نمونه میتونن به دنیا نشون بدن نه این چنین چیزی صحت نداره، اگه ما فردا به ایران بیایم با وجودی که اینجا با حداقل امکانات با تعداد محدود حدود 3000 نفر شما اینجا هستین و تونستن یک شهر بی زیبایی را در مدت بی کوتاهی در یک قربت، آره هیچ کمکی هم نداشتن، بسازن، به سرعت میتونن در کشوری که 80 میلیون جمعیت داره و این همه ثروت ملی داره، ایران را در مدت بسیار بسیار کوتاهی به یکی از زیباترین کشورهای دنیا تبدیل کنن. حالا آقای جانسوز، این توضیحاتی که شما دادید در واقع برداشت ها و اون چی که خودتون از دیدن اشرف سه دریافت کردید بودش. شما تو این چند روز که اجلاس های مختلفی برگزار می شد در همه جلسات شرکت داشتید، درسته؟ اکثر جلسات حداقل شرکت داشتید و سخنرانی خیلی از شخصیت ها هم حتما شنیدید دیگه، آقای جولیانی رو که اشاره کردید، شخصیت های آقای تورسلی بود، بله. آره، از آمریکا و اروپا، تعداد خیلی زیادی بودن.
و شخصیت‌های برجسته سیاسی محسوب می‌شدن. آیا به نظر شما اونها هم همین دیدگاه و همین برداشت‌های شما رو داشتن؟ من فکر می‌کنم اونا از من بیشتر شگفت زده شدن، چون من بالاخره با نزدیک بودن به مجاهدین و عضو شورا بودن از توان و قدرت مجاهدین بیشتر مطلع بودم. من خب اشرف یک رو دیده بودم، اشرف دو رو شنیده بودم، بنابراین میدونم که درسته که یک سال نیم برای من بسیار شگفت انگیز بود، ولی اونا شدیداً متعجب شده بودن و اصلا نمیدونستن که چجوری اظهار نظر کنن، چجوری توضیح بدن که یک سری افرادی وجود دارند که در یک کشور غریب میتونن با حد اقل ها اینچنین حد اکثری را درست کنن. اونا را از من بیشتر متعجب بودن. بله. حالا سوال دیگه هم از شما این هستش که تفاوت اجلاس امسال در میان اجلاس‌های مختلف سالیانه مقاومت ایران که برگزار می‌شد، شما خودتون خب تو اجلاس‌های قبلی هم که در پاریس برگزار می‌شد شما حتما همیشه شرکت داشتید و به راحتی شاهد صحنه بودید و قابل مقایسه است براتون و می‌تونید دقیق بگید تفاوت اجلاس امسال با اجلاس‌های سال قبل به نظر شما در چه چیزی بود؟ اجلاس امسال خیلی گسترده بود از نظر جغرافی. اولا سالهای قبل در حدود 15 سال در زیر یک سقف انجام میشد، البته تعداد جمعیت 100 هزار یا حتی بیشتر شرکت داشتن، بعد تعداد مهمان ها خارجی، سیاستمداران خارجی حدود 600 تا 700 نفر هم گاهی میرسید و خبرنگارای هم که خب خبرگزارای مهم دنیا در اونجا شرکت داشتن و این خبر به سراسر جهان مخابره میشد، ولی مردم خیابانها و کوچه و خیابانها نمیدیدن به چشم خود، خبردار میشدن از طریق رسانه ها ولی نمیدیدن. امسال این شانس رو داشتیم که وقتی خود من در تظاهرات واشنگتن شرکت داشتم از جلوی استیت دیپارتمان اول جمع شدیم، بعد یک سری سخنرانی ها و بیانیه ها راه افتادیم به طرف کاخ سفید که حدود مثلا شاید 2 کیلومتر یا 2.5 کیلومتر همچی چیزی فاصله باشه، که صف به قدری طولانی بود که باز باعث تعجب مردم بود که چطور این همه جمعیت میتونن جمع بشن اینجا. بعد چیزی که برای من جالب بود این بود که مردم تو خیابون همه خب حالا دسترسی مثل زمان قدیم نیست که دوربین عکاسی، هر کس یک تلفن دستش داره دوربین هم باهاش هست، آره، مرتب فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن، بعد صحبت میکردن، چه بنرها رو میدیدن، پیامها رو میدیدن، شعارها رو میدیدن، بنابراین یک گسترش جغرافیایی داشت در سراسر جهان، بخصوص که در برلین هم برگزار شد، در بلژیک برگزار شد و هفته آینده هم در سوئد و بعدا در لندن برگزار میشه و توان و قدرت مجاهدین را نشون داد در و نشون داد که یک آلترناتیوی وجود داره، آلترناتیو وجود داره که با آسونی میتونه جایگزین این رژیم بشه. برای همین هم هست که رژیم و دنبالشاش سعی میکنن بگن که آلترناتیوی وجود نداره، یک آلترناتیو قلابی مجازی درست کنن که تضعیف کنه آلترناتیو. ولی این حرکت هایی که مقاومت میکنه که بسیارم علمی و دقیق و خوب هست نشون میده که آلترناتیو واقعی کی هست؟ آلترناتیو واقعی مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستند و این گسترشش از آمریکا همینجور آمد اروپا و در ایران هم که خب میبینیم کانونهای شورشی وجود دارن که دیگه واقعا گل کاشتن و گل سرسبد این مقاومت هستن در این مقطع و ما به وجود اونها افتخار میکنیم. آره، امیدوارم که بتونیم هر چیز زودتر اونها رو در ایران ملاقات کنیم انشاءالله. بذار باز یک سوال دیگه بکنم. شما طی این چند روزی که در اشرف سه بودید هم خب در سخنرانی ها و اجلاس ها شرکت داشتید، هم به اصطلاح مکان ها و سازه های مختلفی رو که خودتون حالا اشاره کردید به جالب توجه بودنشون دیدید، کدوم یکی از اونها، کدوم یکی از این مکان ها بیشتر توجه شما رو به خودش جلب کرد؟ هر نقطه‌ای که رفتیم، هر ساختمانی که رفتیم، همه جالب بود، همه زیبا بود، هر کدوم خصوصیات خودش داشت، ولی چیزی که نه تنها برای من از همه جالب‌تر بود با این دوستان میهمانان خارجی هم که صحبت کردیم یا اونا تو سخنرانی‌هاشون اشاره کردن، نمایشگاهیه که دوستان مجاهد در اینجا به وجود آوردن، نمایشگاهی که 120 سال مبارزه مردم ایران رو و همینطور
120 هزار شهیدی را که ما به اصطلاح مقاومت هدیه کرده به مردم ایران رو اینجا نشون میدن. نحوه های شکنجه هایی که رژیم اعمال میکنه، مثل چیز کار بود یک جعبه هایی میساختن، باکس میذاشتن زندانی ها رو، و بعد قفس، بله قفس، و طوری عکس های شهدایی که اونجا زده بودن. خب بعضی از این شهدا اتفاقا من بعد از اینکه لیسانس من در دانشگاه مشهد گرفتم، لیسانس شیمی، دبیر دبیرستان های قوچان بودم. بعد دبیرستان یکی بود، دبیرستان جوینی بود، دبیرستان تربیت بود، دبیرستان امیرکبیر بود پسرانه، و دبیرستان دخترانه 17 ایده. بعضی از اون دانش آموزای که اون موقع کلاس شیمی من نشستن که دانش آموز من بودن و حالا در واقع استاد من هستن، بعضی هاشان هنوز خوشبختانه زنده ان و دارن به مبارزه ادامه میدن، با رژیم دارن میجنگن، ولی تعداد زیادی از اونا در شهر قوچان به شهادت رسیدن. مثل سه نفر یادم از دبیرستان جوینی بودن، همیشه هم کلاس پنجم دانش آموز من بودن، هم کلاس ششم دبیرستان، سه تا هم با هم بغل هم نشستن یک میز ردیف آخر. محمود عروجی بود، حیدر الهی بود و علی باقرزاده، هر ستاره زمان شاه بعد از اینکه اونا دیپلمش گرفت دستگیر کردن، ولی بعد از انقلاب آزاد شدن و در زمان خمینی جلاد اینا هر سه اعدام شدن. یکی دیگه دبیرستان تربیت بود به اسم سعید جابانی. سعید جابانی یک قهرمان بود، دانش آموز بسیار منظم، مرتب و خیلی متین، که وقتی من اولین بار شنیدم که در مبارزه مسلحانه دستگیر شده بود، اینا برای من تجربه رو دید، دانش آموز بی مؤدبی، بی ساکتی، ولی خب ساکت در مقابل عدل بود، ولی در مقابل ظلم خروشان. آره، دانش آموز دیگه بود رأفتی، که خواهرش هم ناهید رأفتی با شوهرش حسن مهدوی، مهدوی جزو اون 19 نفری بودن که با شهید موسی و اشرف به شهادت رسیدن. اینا یک برادرش هم حسین بود که دانش آموز بود، یک برادر دیگه اش هم فکر میکنم اسم دو اسم داشت، مثل محمد رضا رأفتی بود، در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید. برای اینجا که میدیدم این اکسا رو، این چیزا رو، واقعا به یاد این دانش آموزای خودم میافتادم، به علاوه 120 هزار شهیدی که این رژیم جلاد از مردم ایران گرفت. بسیار تأثیر زیادی روی من گذاشت، و همینطور با مهمانان خارجی که صحبت میکردیم شدیداً تحت تأثیر قرار گفتن، اصلا ما میشنیدیم ولی وقتی آمدیم و اینا دیدیم به چشم خودمان، متوجه شدیم که چه جنایاتی در ایران به وسیله رژیم، و اونا را مصمم‌تر کرد بیشتر که بتونن بیشتر خدمت کنن، بیشتر کمک کنن. آره، مثل سناتور تروسلی اشاره میکرد که بعد از دیدن اینها من هر کاری که از دستم بیاد کمک میکنم که بتونیم از شر این رژیم خلاص بشیم و این رژیم رو سرنگونش کنیم. بذاریم به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، فکر کنید این دستاوردها چه پیامی برای جوانهای ایران و به طور کلی برای مردم ایران داره؟ ببینن، ما در واقع داریم از قیامی که مردم ایران تقریبا دو سال پیش کردن حمایت میکنیم. آره، ما دنبال روی مردم هستیم، ما زمینی که نیروی پیشرو هست مجاهدین، ولی همیشه در خدمت مردم هست. اینا فرزندان خلق قهرمان ایران هستن. آره، این پیامش اینه که ما هستیم، ما از شما حمایت میکنیم، و هر موقع که ضرورت پیدا کنه، لازم باشه، نیروهای که در داخل ایران داریم، مثل کانونهای شورشی، که اینا در واقع کانونهای شورشی واحدها و ارگانهای ارتش آزادی بخش ملی هستن. آره، شعباتی از ارتش آزادی بخش، او روزی که لازم باشه که دیگه از شر رژیم خلاص بشیم و او روز موعود پیش بیاد، ما از هیچ بسیار جانبازی دریغ نداریم، و در عمل هم نشون دادیم دیگه، وقتی 120 هزار شهید بدی هنوزم یک قدم عقب نشینی، این نشون دهنده پیام همبستگی ما با مردم ایران. بله، خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در این گفتگو و صحبتایی که کردید. خیلی ممنون، خیلی متشکرم که من وقت دادید با هموطنان عزیزم باز صحبت کنم. متشکرم از شما. خواهش می‌کنم.